خونه سرمایه است یا هزینه آیا حرفایی که رابرت کیوساکی و دیگر اساتید سرمایه گذاری میگن درسته توی این ویدیو من به صورت کامل با توجه به شرایط اقلیمی ایران بهتون توضیح میدم که آیا خونه سرمایه است یا هزینه اگر هزینه است یا اگر سرمایه است چه تعداد از اون با من همراه باشید شما امیدوارم که حالتون خوب باشه توی این برنامه میخوام بهتون در مورد خونه بگم در مورد خونه که آیا سرمایه هست یا نه ما توی آموزه های متعددی میبینیم آموزه های رابرت کیوساکی و کسانی که هم دوره اون هستن و هم فکر اون هستن ما میبینیم که به کررات و تعداد زیاد اشاره میکنن که خونه خیلی خوبه به شرط اینکه توش سرمایه گذاری بکنین و خونه ای که توش هستید و دارید زندگی میکنید برای شما سرمایه نیست و هزینه هست حالا من میخوام توی این ویدیو اینطور بررسی بکنم که آیا واقعا خونه هزینه است یا اینکه خونه سرمایه است سوال خیلی جالبیه باید ببینیم که کجا رو داریم میگیم توی خیلی از این کتاب ها میان صحبت میکنن مسائل متعدد و مطرح میکنن میان میگن که آره خونه ای که داخلش هستید هزینه است من دیدم خیلی از این پیجای ایرانی هم میان به پشتیبانی از اونها در واقع با دانشی که از اونها کسب کردن میان اعلام میکنن که خونه ای که داخلش هستید هزینه است و خونه اصلا خوب نیست و سرمایه نیست ولی باید ببینیم که کجا رو داریم زندگی میکنیم این نسخه هایی که پیچیده میشه اینا مال امریکاه. اینا مال غربه یا مال خیلی از کشورهای دیگه است مال ایران نیست توی ایران خونه اصلا هزینه نیست نداشتن خونه اتفاقا هزینه خیلی گذافیه شما اگر خونه که داخلش زندگی میکنید اجاره باشه خیلی با دردسر مواجه میشید خیلی مجبور میشید سال به سال در واقع نگرانی و استرس داشته باشید که آیا مجبوری جابجا جا بشید آیا چقدر قرار سابخونه مبلغ اضافه بکنه به اجاره بها یا پول رهنتون ولی این اتفاق توی کشور دیگه نمیفته چون ساز و کارشون فرق میکنه با ما بنابراین این در مورد به قضیه مسکن توی ایران تمام نسخه خارجی رو کلا بذارید کنار موقعی که داریم راجع به مسکن صحبت میکنیم داخل ایران باید بدونیم که خونه به ویژه خونه اول برای شما سرمایه است یک سرمایه مهمه انقدر مهمه که من توصیه میکنم که تک تک زوجهایی که این ویدیو رو میبینن من خواهش میکنم ازشون به هر روشی که شده یک خونه تهیه بکنن و بخرن شاید توی شهرشون نتونن بخرن اشکالی نداره یکم خلاقیت به بدید یکم تلاش بکنید برید یکی از شهرهای هاشیهی حتی شاید توی روستاها یک خونه بخرید یا اگر نمیتونید باز هم یک زمین بخرید اشکال نداره و آهسته آهسته و قدم به قدم توی هر مرحله اون در واقع سازش رو بسازید و بعدا یک خونه داشته باشید اگر چند تا خونه داشته باشید شما میتونید ملاکی کنید و بنابراین سرمایتون زیاد خواهد بود حالا من یک موضوعی رو میخوام مطرح بکنم که شاید خیلی هم دور نیست از صحبت جناب رابرت کیوساکی و دیگر دوستان هم همفکران ایشون ما خونه اول رو پس گفتیم که توی ایران به هیچ وجه هزینه نیست و حتما سرمایه است و حتما باید خریداری بشه اما خونه دوم به بعد آیا هزینه میشه یا اون هم سرمایه است اینجا برمیگرده به فرد که کجا میخواد سرمایه گذاری کنه من یه ویدیو دیگه آماده کردم دعوت میکنم از شما که اون ویدیو رو حتما و با دقت ببینید تمام روش های سرمایه گذاری رو داخلش توضیح دادم توی کانال آپارات و یوتیوب من هست حتما ببینید اون رو مقایسه کردم سرمایه گذاری, سرمایه گذاری های مالی رو با هم دیگه سرمایه گذاری در ملک اگر چه ریسک خیلی پایینی داره به ویژه توی ایران ولی سود زیادی نداره یعنی شما با روش های دیگه روش خلاقانه دیگه میتونید درمده خیلی بیشتری داشته باشید بنابراین این برمیگرده به شما آیا شما فردی هستید که ریسک پذیرید اگر ریسک پذیرید پس میتونید روش های دیگر رو هم امتحان کنید اگر ریس پذیر نیستید همین ملک رو ادامه بدید اما یادتون باشه خونه اول اجباری اصلا همه باید خونه اول رو داشته باشن هر زوج ایرانی باید یک خونه داشته باشه حتما بنابراین خونه اول سرمایه است ولی خونه های بعدی میتونه سرمایه باشه میتونه نباشه حالا چه زمانی خونه اول توی ایران میشه هزینه این هم سوالیه که باید پرسیده بشه اولا زمانی که خونه به شدت مستعلق باشه که این خیلی بعیده خیلی دور از ذهنه چون با یه بازسازی میشه خونه رو خیلی روپا آورد و خیلی خوب کرد اگر هم خیلی خونه قدیمی مثلا کاگلی باشه که اصلا میتونی جاذبه توریستیش بکنی یا خیلی درآمد دیگه ازش کسب بکنی بنابراین در یه صورت هزینه هست خونه ملکی اونم اینکه که شما اون خونه رو داشته باشید و خیلی مستحلک باشه یعنی هر روز باید پول خرجش بکنید و آفتاب خرج لحیم باشه و در یه صورت دیگه زمانی که این رو از من داشته باشید لطفا با دقتم به حرفم گوش بدین زمانی که توی ایران به مدت هفت سال هفت سال تورم زیر ده درصد بود شما میتونید خونه رو به عنوان هزینه در نظر بگیرید و توش سرمایه گذاری نکنید چند سال هفت سال اینو به خاطر دوره های ناگهانی رشد تورم میگم به خاطر تحقیقاتی که شده به خاطر تجربیاتی که هممون داریم سالیان سالی که تورم بالای ده درصد داریم به خاطر ساختار معیوب اقتصادیمون که حالا دلایل متعدد خودشو داره حتما من توی برنامه های دیگه بهش میپردازم اما اگر به مدت هفت سال تورم زیر ده درصد قرار گرفت اون موقع میتونید بگین که خونه دیگه سرمایه نیست و هزینه است و اگر پولتون رو جای دیگه بذارید سودای خیلی بیشتر از این کسب خواهید کرد بنابراین در دو صورت فقط این اتفاق میفته اونم حالتیه که در واقع حتی بعد از هفت سال اگر باز بازار ملک بازار اصلاح شده ای نباشه به بازارهای جهانی نزدیک نباشه بازم بیفایده است و بهتره که شما یه خونه رو داشته باشید حتما بنابراین شک نکنید و یک خونه داشته باشید یک خونه خوب داشته باشید و بعد اگر خواستید توی خونه‌های دیگه یا چیزای دیگه سرمایه گذاری بکنید اینو در جواب کسایی دارم میگم این ویدیو رو به ویژه در جواب کسایی دارم میگم که دارن کتابای آمریکایی میخونن خیلی از ما چون ما کتاب ایرانی کم داریم منابع ایرانی تو این زمینه کمه همش داریم منابع خارجی دریافت میکنیم ویدیوهای خارجی دریافت کنیم. و بعضی وقتا دچار اشتباه میشیم بعد همون طبق همون فرمان پیش میریم میگیم که ای دادی بیداد پس چرا جواب نداد به خاطر اینکه اونا شرایط اقلیمی رو در نظر نمیگیرن اونو برای اقلیم خودشون دارن یه فرمولی میدن یه نسخه میپیچن که خیلی هم خوبه خیلی خوب در جواب میده ولی برای ما نیست بنابراین حتما حواستون جمع باشه یک خونه از خودتون داشته باشید به هر طریقی که شده حتی اگر شده خیلی من حالا توی ویدیوی دیگه حتما کانال من دنبال کن توی ویدیوی دیگه که دارم آماده میکنم توضیح دادم که چطور ما اصلا بخوام اگر خونه بخوام داشته باشیم چطور یا هر چیز دیگه که بخوام تهیه بکنیم چطور تهیه بکنیم که با درآمد کممون هم امکان پذیر باشه این اصلا معجزه نیست من خودم با اعداد خیلی کم یعنی من شاید به جرأت میتونم بگم با حدود 4 تا 5 درصد ارزش کل ملک صاحب خونه شدم و این روش رو میتونم بهتون آموزش بدم اصلا من چون خودم تجربه کردم اصلا دور از ذهن نیست و توی ویدیو دیگه حتما بهش خواهم پرداخت بنابراین شک نکنید خونه اول رو داشته باشید هر خانواده یک خونه باید داشته باشه و بعد از اون باز هم سرمایه گذاری داشته باشین اما من توصیه اینه که روش های پر ریستر یکم پر ریستر از ملک رو در نظر بگیرید امیدوارم که همیشه بدون دقدقه زندگی بکنید و سرمایه پرسودی داشته باشید